باز نوروز است و ما تکرار دیروزیم و برای روزهای کهنه در دکان غم رخت و لباس تازه می‌دوزیم. آرزوی سال خوب دارم برای شما، شما همگنان عزیز و ارجمندم. واقعا وقتش فرا رسیده که ما این تاریخ رو با این لباس‌های مندرس و خونین ببریم به خیاطخانه، لباس آراسته شیک زیبا براش سفارش بدیم. وقتش فرا رسیده. به هر حال لباس از ما، کفش و کلاه از شما. آقای امیر درخشان برنامه رو هدایت میکنه، از او سیمان سپاسگزار. یک تحقیقاتی صورت داده، یک گروهی در به ریاست آقای ادی بروملمن، این یکی از استادان برجسته رشته روانشناسی در دانشگاه آمستردام، و همینطور در ایالات متحده آمریکا آقای براد بوشمن از دانشگاه اوهایو در کولومبوس، همزمان هم منتشر شده. از او بعد دیروز این گزارش علمی رو مطالعه می کردم. اینا آمدن روی 565 کودک 7 تا 11 ساله مطالعاتی صورت دادن، همینطور روی پدر و مادر اونها. توصیه این دانشمندان و روانشناسان به جامعه بشری، بویژه جواب پیشرفته، اینه که جلوی رشد بچه‌هایی که دچار خودشیفتگی و تکبرن بگیرید. و به خانواده‌ها توصیه کرد، تصور نکنید که فرزند شما هدیه خداوند برای جامعه بشری است. فرزندان شما تافته جدا بافته هستند، یک سرگردن رعناتر از بقیه بچه ها، یا بچه های شما استثنائی هستند، عالی هستند، فوق العاده هستند. فکر نکنید بچه های شما باید در مسابقات ورزشی همیشه کاپ پیروزی رو سر دست بگیرن و شادی کنن، و اگر باختن دوچار غمباد بشن بیان گوشه در خوره کذب کنن و شما با اونا هم دردی کنید. بگذارید بچه ها ببازن، بگذارید باخت رو تجربه کنن. مبالغه نکنید در وصف کردن بچه های خودتون. هرگز هم فکر نکنید که اونها برتر از بقیه بچه هاست. بذارید بچه ها زندگی عادی رو داشته باشن. و متاسفانه هشدار دادن بعد از مطالعه روی 565 کودک، 565 بچه 7 تا 11 ساله، متوجه شدن که بچه هایی که دوچار نارسیسیسم میشن، دوچار خودشیفتگی میشن، خودشیدا میشن، متکبر، دوچار تبختر میشن، دوچار خود بزرگبینی، خود گنده بینی، اینا قربانیان تربیت پدر و مادر. پدر و مادرهایی که تصور میکردن بچه های دارن تافته جدا بافته، برتر از بقیه بچه ها، بچه های برگزیده، بچه های استثنایی که باید به روش استثنایی هم تربیت بشن. میگه این پدر و مادرها متاسفانه فرزندان خودشون از همون دوران کودکی قربانی کرد و باید برحذر باشن. این سیاست باید در کشورهای غربی کنار گذاشته شد، تبدیل شده به یک اپیدمی در همه جا. خب این یکی فکر کردم حتما این موضوع رو با شما در بیان بگذارم. بحث جانانی هم داشتیم با آقای دکتر فرهنگ اولاکویی، در همین زمینه نظر رو هم جویا شدم و من واقعا هشدار میداد، میگفت هر نوع رقابتی ناسالم، میگن بعضی رقابت ها ناسالمن بقیه سالمن، میگه رقابت سالم وجود نداره. تصادفا به بچه هاتون این شانس رو بیدید که باخت رو تجربه کنند، باخت رو. بعد از این دنیای خیالی که شما برای اونها به وجود آوردید، یا با وصفای مبالغه آمیز روان اونها رو دگرگون کردید، خلاصی پیدا بکنه. خب همینانه اجازی دق قلباب کنید، دق دق چهره خانه، و ببینیم که آقای دکتر اسماعیل نوریالا تشریف دارن یا نه، که قطعا هستن. درود بر شما دکتر نوریالا. سلام میکنم بعد شما
از که امیر عزیز و بینندگان گرامی این برنامه که طی این هفته های گذشته خیلی منو مورد لطف قرار دادن، هم از داخل کشور هم از بیرون، میگن که برنامه رو تعقیب میکنن با اینکه این به وسیله ماهواره روی امریکا پخش نمیشه، ولی از امریکا هم من چندین ایمیل داشتم، روی صفحه فیسبوک خودم هم برنامه ها رو گذاشتم، مورد استقبال قرار گرفته، خیلی لطف میکنن، تشکر دارم از همشون. و اگرم که پرسشی دارند، اگر با از طریق همین تلویزیون مطرح بکنند یا از طریق فیسبوک من یا سایت من که به وسیله اگر سرچ بکنن نوریالا رو، چه فارسی چه به عرض کنم که حروف لاتین، میرن به سایت شخصی من و همه این مطالب اونجا منظم و مرتب هست، هم به صورت یوتیوب، هم برای دانلود و هم فایل صوتی اون برای دوستانمون در داخل کشور که میگویند که ترجیح میدن که صدا باشه و تصویر باند رو پر نکنه که اینا نتونن بشنون یا دانلودش کنن. بسیار عالی. پس شما میشنم پیدا کنم صحبت میگنیم با دکتر نوریالا. این سپاسمندی فرانسوی ها نسبت به شخصیت های برجسته و بزرگی خودشون اصلا فوق العاده است، مثال زدنی است. بالعکس ما، امیدوارم ما هم یه روز شبیه اونها بشیم، در زمان حیات تجدید بکنیم از شخصیت هایی که به هر حال نافع بودند و در خدمت فرهنگ و ادب و تاریخ این مملکت بودند. ویکتور هوگو در زمان حیاتش این بخت بزرگ رو داشت که وقتی نامه براش فرستاده میشد مینوشتن پاریس، خیابان ویکتور هوگو، آقای ویکتور هوگو، پوزیشن مستقیم میومد و نامه رو تحویل ویکتور هوگو میده. الان گفتن سرچ کنید نوریالا روی گوگل. خب دکتر نوریالا عزیز، امروز میخواد ما رو کجا ببری؟ در چهره خانه؟ من چون قصدم از آغاز این برنامه های چهره خانه صحبت کردن راجع به آدم هایی که در زندگی خود من نقش عمده ای داشتن، حالا لزوما ممکنه که آدم های مشهوری نبودن، کسی نشناسیدشون، ولی اینکه چگونه آدم ساخته میشه در کوره های ارتباط به دیگران، این زندگی آدم رفته رفته خودش مثل یه موزه‌ای میشه چهره خانه. درست. یه سری آدم ها هستن که آمدن تو زندگی آدم و موندن، پایدار موندن، یه بخشی از شخصیت آدم رو تشکیل میدن. به همین دلیل من امشب دلم میخواد که یه خورده برگردم به خیلی قدیم، به کودکی های خودم و از یه معلمی یاد بکنم که واقعا تأثیر عجیب غریبی روی زندگی من گذاشته و داستان شیرین و محزون و همه جوری هستش، اگر اجازه بدید. حتما حتما گوش بکاری. عرض کنم که من 1321 به دنیا آمدم، یعنی الان 72 سالم تموم شده، وارد 73 سالگی شدم. به دنیا آمده در سنگلج هستم، در نزدیک میدان حسن آباد، حالا من نمیدونم اسم حمل آباد عوض شده، و خونه خودمونم توی بازارچه شاپور بودش. و عرض کنم که کلاس اول دبستان رو هم من به مدرسه هدایت رفتم، اما در تابستان عرض کنم که میرفتم که وارد 8 سالگی بشم، پدر من تصمیم گرفتش که جای زندگی ما رو عوض بکنه. و حالا چه مذاکراتی با مادرم داشتن، چرا این تصمیم رو گرفتن، من نمیدونم، ولی یه موقعی دیدم که بله آمدن، یه کامیونی آمد و اساس ما رو از اون یه کوچه باریکی بود در زیر بازارچه شاپور به نام کوچه پشت کلیسا، یه کلیسایی اینجا بود، این کوچه پشتش بود، فکر میکنم هنوزم باشه این کوچه اونجا، و از اونجا بعدم ما رو سوار عرض کنم که درشکه کردند و این خیابون شاپور رو ما گرفتیم، رفتیم پایین و رسیدیم به دیواره باشگاه ورزشی راه آهن، خیابان اونجا تموم میشد، بعد پیچیدن دست راست و وارد میدان راه آهن شدیم، از میدان راه آهن هم رد شدیم، یک پلی اونجا بود
از روی اون پلم رد شدیم و وارد یه محوطه عجیب غریبی شدیم که یک سری کوچه های خاکی و اینها بود و یک خیابون اصلی هم داشت که بهش میگفتن خیابان 20 متری. خب و این منطقه اسمش بود جوادیه. علت جوادیه بودنش هم این بود که یه آقایی بود به نام جواد آقا که آدم ثروتمندی بود و این زمین های این جوادیه اکثرا مال ایشون بود و ایشون بود که کوچه بندی کرده بود و خیابون بندی کرده بود و بیشتر هم به مهاجران عرض کنم که از شهرستان ها آمده این محله داشت. محله بسیار فقیر نشینی بود. من واقعا تا اون موقع نرفته بودیم اونجا اصلا تصوری از فقر نداشتم و اونجا خب یه خونه بودش در یه کوچه‌ای داشتیم بدون کوچه یکتا. در اونجا پدر من خانه خریده بود و ما رو اونجا اسکان داد. از لحاظ داخل خونه وضع ما خیلی بهتر بود نسبت به خانه‌ای که در بازارچه شاپور داشتیم. اینجا حیات بزرگی داشت، اتاق‌های متعددی داشت، درختی و عرض کنم که گیاهی و حوضی و تلمبه‌ای که تلمبه می‌زدیم حوض رو پر می‌کردیم و اینها. بعد حالا مثلا 8 سالم بودش که رفتیم اونجا و یک باره مثل اینکه به کره مریخ پرتاخت شده باشم اصلا با یه محیط عجیب غریبی روبرو شدم و وقتی هم که مهر ماه شد و منو گذاشتن به مدرسه، یک مدرسه عجیب غریبی بودش، یعنی یک ساختمون دو طبقه بود در همون خیابان عرض کنم که 20 متری جوادیه زیر نازی‌آباد و مدرسه مختلط دختر و پسرونم بود. عجب خیلی پیشرفته بود. همه شاگرد های این مدرسه هم عرض کنم که سنهای بالا داشتن. مثلا مبصر کلاس دوم دبستان ما یه جوانی بود به نام آقای راستی که 18 سالش بود. عجب. ولی کلاس دوم دبستان بود. عجب. و این دختر و پسرها هم با هم میلولیدن و بازی میکردن تو اینها و گاهی من مثلا میدیدم رفت در دستشویی و مثلا دو نفر دارن هم دیگر میبوسن. مثلا برای من عالم فلینیواری بودش. عجب چاله بوده. خیلی عجیب بود. بله. و بعد فقر، فقر شدید شدید شدید. یادمه که این کوچه 20 متری که خانه مادرش واقع بود یا کوچه یکتا که خانه مادرش واقع بود، در سر این کوچه که میخورد به خیابون 20 متری یه آدمی بود که دیگه بزرگی داشت و سیلابی شیردون میفروخت. دیگه رو روی چراغ میذاشت و یه دونه چارپای هم داشت میشست و ملت میامدن این کاسه هایی داشت، کاسه رویی بهش میگفتن و میکشید و نون سنگکی هم اون بغل بود و میدادین و میخوردن. عصر که میشد دیگه توی این دیگ چیزی وجود نداشت جز آب. آب سیرابی و شیردون. دو تا خواهر پیرزن بودن که در انتهای دیگر کوچه یکتا ساکن بودن، خیلی پیر بودن. اینا دو تا کاسه داشتن و عصازنان و نالان از ته اون کوچه خودشونو میرسوندن به سر کوچه و این آقای سیرابی شیردون فروش عرض کنم که یک کاسه های اینا رو پر میکرد، نونایی هم که باقی مونده بود خورده نونا رو اینا رو تلیت میکردن توی اون، همونجا میشستن میخوردن. این میشد غذای 24 ساعت اینا. در این حد از فقر اونجا بودش. از کنم که دوره جنگ بوده دیگه. دوره جنگ بود نیست؟ سال 1329 جنگ دیگه 25 تموم شده. بله بله درست. اون قائله آذربایجان. بله بله بله. 1325 بود. این 1329 بود. یعنی دیگه آغاز نهضت ملی کردن صنعت نفت و این حرفا بودش. و حالا به اون تیکشم خواهم پرداخت. منظورم اینه که ما توی اون محله خیلی یه مرتبه احساس کردیم که مردمان متنعم و محتشمی هستیم. یعنی به پدر من همه میگفتن حاج آقا، برای اینکه کارمند وزارت دارایی بود و عرض کنم به ما میگفتن پسر حاجی. و طوری شده بودش که سال
سوم دبستان که بودیم به ما گفتند که یک ساختمون جدیدی ساخته شده برای این مدرسه، اسمش هم بود مدرسه دبستان پرورش جوادیه. این مدرسه نوسازه و شما باید منتقل شید، دختر و پسرها رو از هم جدا کردن. و من یادمه که این صحنه بسیار صحنه سینمایی تو ذهن من مونده، به خاطر که همون روزها یک هواپیمایی روی تهران چرخید و آمد این جوادیه ضلع عرض کنم که غربیش باند فرودگاه قلعه مرغی بود و این هواپیما با کله آمد که بشینه روی قلعه مرغی، از باند خارج شد و کله رفتش توی گلهای اونجا و مدتها شاید یک سالی این هواپیما به اون شکل کنار این باند قرار داشتش. و بعدا البته گفتن که این خلبانی بوده است که خواسته بره کاخ پادشاه رو بمباران بکنه. این شایعات بود، من نمیدونم واقعیتش چه بود. و عرض کنم که این اتفاق افتاد، زدنش و این هواپیما سقوط کرد و افتاده. قرار زمینه که اون یه روز جمعه بودش که همه بچه های مدرسه رو گفتن باید بیایید و تمام میز و نیمکت ها و تخته سیاه و این حرف ها رو از ساختمان قدیمی حمل بکنید ببرید به ساختمان جدیدی که ته کوچه یکتا، ته کوچه ما این ساخته بودن. ساختمان آجوری بود، کلاس های متعدد داشت، یه حیات بزرگ داشت، وسطش عرض کنم که تور والیبال داشتند و اینها. و ما این میز و نیمکت ها رو هر کدوم دو سه نفری به دوش گرفته بودیم و از کنار این عرض کنم که هواپیمای سقوط کرده ما رد شدیم و رفتیم اینا رو در کلاس های مختلف گذاشتیم. مدیر و ناظم هم در اونجا عرض کنم که نظارت میکردن به کارم. در سال پنجم دبستان عرض کنم که من دیگه 12 سالم شده بود و اوج عرض کنم که ماجراهای دکتر مصدق و این حرفا و ملی کردن نفت بود، ما یه معلمی پیدا کردیم به نام آقای میرزاده. اسم کوچیکش حتی الان در یادم نیست، شاید محمد میرزاده بودش. ایشون دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه تهران بود، آدم بسیار تر و تمیز، زیبا، خوش قیافه، اشک موهای صاف مشکی داشت و بسیار دقیق، یک جعبه گچ رنگی داشت و وقتی که می آمد سر کلاس برای ما مثلا میخواستش حالا یک طبیعی درس بده، این بدن انسان رو میکشید با رنگهای مختلف، نمیدونم ششها اینجوری هست، معده اونجوری هست، حرفا یه چیز عجیبی بودش. این نظم و ارتباطی این آدم برای من تکان دهنده و جالب بود و من عاشق اصلا این معلم شده بودم و از صبح که بلند میشدم میخواستم برم مدرسه که بشینم پای درس این معلم. اما این معلم زیاد از من خوشش نمیامد. عجب. برای این که فکر میکردش که من متعلق به یه طبقه دیگه هستم، بی خودی آمدم تو این کلاس نشستم. کلاسی بود بچه ها و همه با لباس های پاره پوره و وصله‌دار و این حرف ها. بند انقدرم ناراحت بودم که مادرم که شما میشناسیدش خیلی دقیق بود در پوشوندن لباس ما. ما بهش التماس میکردیم که آقا ما لباس نو نمیخوایم برای اینکه آبرومون میره تو این مدرسه. و من یادم مثلا عید که شده بودش کچلوار نو بده من خریده بودم، من همون روز با میخ زدم لباسو مثلا پاره کردم، چون اصلا نمیخوردش به وضعیتی که دارم. یعنی معلمه نگاه طبقاتی داشت به بچه ها. دقیقا، خیلی این محسوس بودش که یه بچه دیگه ای تو کلاس ما بود به نام، اسم کوچیک اونم یادم نیستش، ناهید بود اسمش، فامیلیش، و او درسش خیلی خوب بود، منم درسم خوب بود، بنابراین بین من و او رقابت بود و من کاملا حس میکردم که این آقای میرزاده دلش میخواد که اون شاگرد اول کلاس بشه نه من. عجب. ولی این جور و جفایی که بر من میکرد
اینقدر برای من مهم نبود، به خاطر اینکه او سخنانی که میگفت راجب دنیا و اوضاع سیاسی از همه چی برای ما صحبت میکرد. واقعا کلاس پنجم دبستان ما یه دانشگاهی بودش برای ما. از کلاس هم که میامدیم بیرون تو حیات مدرسه و توی کوچه خودمونم، البته اصلا همش بحث سیاسی بود، برای اینکه یه عده طرفدار دکتر مصدق بودن، عده زیادی توده‌ای ما داشتیم اونجا و عرض کنم که عده‌ای هم خب طرفدار شاه بودن، تعداد شاه دوستان کمتر بودش در اون منطقه. و پدرم همیشه میگفتش که اگر ورق برگرده همین مشتی سلطان علی که سر کوچه بقالی داره این دو تا قپه سرهنگی میزنه روشونش میشه سرهنگ ارتش سرخ. پدر من همش به اینها با تردید نگاه میکرد. عرض کنم که خب این مثلا عید که یک عید اون سال که شد، این ناهید خب لباس پارپوره میپوشیدش. آقای میرزاده من رو صدا کرد توی دفتر و به من گفتش که تو میتونی بری تا خیابون لاله‌زار. من گفتم من نمیدونم لاله‌زار کجاست، ولی البته اجازه میگیرم از پدرم این حرفا میرم. گفت اونجا یه خیاطی هست، من یه شلوار داشتم اینو دادم کوچیکش کردم به اندازه ناهید. آخه دلم میخواد که تو بری اونجا و این شلوار رو تحویل بگیری بیاری و از طرف من بدی به ناهید. که منم البته با یه همشاگرد دیگم که سیروس اسمش بود، یه خورده سنش از من بزرگتر بود و پدرم بهش اعتماد داشت، ما دوتایی راه افتادیم از جوادیه تا بریم سر پر راهن و از اونجا سوار اتوبوس بشیم و رفتیم لاله‌زار و اون خیاطی و شلواره رو گرفتیم. میخوام بگم که یه همچین وضعیتی اونجا برقرار بود. توی کوچه ما هم بحث‌های سیاسی خیلی شدید بود. یه جوان مثلا 20 ساله‌ای داشتیم اونجا به نام جعفر آشفته، این عضو سازمان جوانان حزب توده بود و همه ما رو میومد عصرا ما لبه جوب آب میشستیم، این میومد به ما درس میداد که امپریالیسم چیست و چگونه میخواد جهان رو بخوره و ما چرا باید با اون مبارزه بکنیم. حتی یادمه که یک بار چند تا قوطی رنگ آورد با قلمو داد دست ما، گفت را بیفتیم بریم تو کوچه ها رو دیوارا بنویسین یانکی گو هوم. که ما گفتیم یعنی چی؟ گفت شما به معنیش چی کار دارین؟ بنویسین یانکی گو هوم. ما هم رفتیم و چند جایی نوشتیم یانکی گو هوم، که بعدها که من انگلیسی یاد گرفتم فهمیدم که معنیش اینه که امریکایی برگرد به خونت. و قضیه برمیگشت به آمدن هریمن نماینده عرض کنم که امریکا برای مذاکره با دکتر مصدق، که وقتی اون مذاکرات به ناکامی کشید بود که قضیه اصلا تغییر وضعیت داد. به هر حال میخواستم بگم که این توی کوچه ما هم یه دوچرخه سازی بود، بهش میگفتن قدرت دوچرخه ساز. که ما میرفتیم ازش دوزار سیشه اینجوری هم میدادیم، مثلا یه نیم ساعتی دوچرخه کرایه میکردیم چرخ میزدیم توی همه اونجا بیابون بود، یه قدم از کوچه همون میرفتیم اون بر دیگه بیابون میشدش. از کنم که نمیدونم، مثل که وقت ما داره تموم میشه اونطور که نه بگید بگید هنوز چند دقیقه وقت داریم بفهم. عرض کنم که به حال روزی رسید که 28 مرداد سال 32 شد و کودتا شد و از اون به بعد یک مرتبه آقای میرزاده غیبش زد، دیگه ما پیداش نکردیم و ندیدیم. من یه همشاگردی داشتم که همیشه با هم سر کلاس میشستیم و یه کوچه اونورتر زندگی میکرد به نام احمد کسیلا، نمیدونم شما. بله بله بله، تو رادیو بود، دکتر نوریزاده هم کار میکردیم. بله بله، برنامه ادبی رادیو بود با نادر نادرپور و اینا بود. بله بله درسته، او همشاگردی من بود. حالا شما اینجا رو به قول سینما بکنید، میشه سال 57 انقلاب شده در ایران. ما در خونه آقای سپانلو دور هم دیگه جمع شدیم و داریم صحبت میکنیم از این بر و اون بر، آقای کسیلا هم هستش اونجا.
که از طریق سپانلو دو مرتبه با من آشنا شده و یاد کودکیمون رو با هم طی می‌کردیم. من به لحاظ دیدن کسیلا یاد میرزاده افتادم و گفتم که احمد تو یادته که ما یه معلمی داشتیم به نام میرزاده؟ گفتش که بله. گفتم که من همش در فکر نیستم که من تمام زندگیم که مطلبی نوشتم، حرفی زدم، شعری گفتم، همیشه فکرم این بودش که آقای میرزاده اینو بخونه چی فکر میکنه. برای که در همون سال پنج و دبستان بالاخره من شاگرد اول شدم و او مجبور شد جایزه رو که یک گلستان سعدی بود به من دادش و با خط خیلی زیبایی هم نوشته بود به آقای اسماعیل نوریالا و امید آینده های درخشان او. و من همه این زندگی رو تا اون زمان به یاد میرزاده و اینکه میرزاده چی فکر میکنه راجبه کارهای من گذرونده بودم. احمد کسیده تأملی کرد و گفت مگه تو نمیدونی؟ گفتم که نه. گفتش که آقای میرزاده توده‌ای بود و بعد از 28 مرداد گرفتنش و تیرباران شد. من تا اون زمان فکر میکردم که تیرباران شده های حزب توده بیشتر افسران بودن. من نمیدونستم که شخصی ها هم در اون بود. ولی کسیلا میگفتش که من با پسر میرزاده همین اکنون دوست هستم و او و میدانم که این اتفاق افتاده است. عجب. و میخوام بگم که این آدمی که اینجور رو زندگی من تأثیر داشت هیچگاه از سال 32 به این بعد وجود خارجی نداشت و فقط عجب. در من زندگی میکرد، در شهر خانه من زندگی میکرد. عجب عجب. یک میرزاده موسیقیدان هم داشتیم، نسبتی نداشته با او؟ نمیدونم. اونم درگذشت متاسفانه. یک سوال دارم تو این وسط آقای دکتر نوریالا، چون تجربه کردید مدرسه مختلط رو، حالا وقتی مراجعه میکنید به تجربه شخصی خودتون به عنوان کودک که به مدرسه مختلط میرفته در کنار دخترها درس میخونده، اگر امروز اختیار به شما بدن این مدارس مختلط رو توسعه میدید یا جمع میکنید؟ من مستقیم توسعه میدم. قبل از برم عرض کنم که جوادی هم من رو در کودکستان، حالا خانوم چی بودش، خانوم گویا نوریزادم، به همون کودکستان میرفته، اونجا منو گذاشته بودن. دو سال من اونجا میرفتم، یعنی از 5 سالگی تا 7 سالگی رو به اون کودکستان میرفتم و اونجا خب کودکستان مختلفی بود و برای ما همون اون دو سال کودکی و سر کلاس نشستن با دخترها طوری شده بودش که ما زیاد تفاوتی رو نمیدیم. به همین دلیلم توی زندگی داخلی خودم من هرگز مثلا بین خودم و خواهرم پرتو، اونکی خواهرم پروانه، هیچ تفاوتی رو احساس نمی کردم. خب البته مادر و پدر من به این قضیه کمک می کردن. شاید تشکر می کنم. امیدوارم که همه این سخنان رو آویزه گوش کنن و بالاخره تجربه یک شخصیت که امروز سن و سالی داره ولی وقتی مراجعه میکنه به دوران کودکی خودش، زندگی در کنار دخترها رو توی مدرسه مطبوع می و خیلی مؤثر در نحوه تعاملش با زنان در دوره های بعد. خب خیلی تشکر میکنم، خاطره جالبی بود. ما هم یه معلمی داشتیم در مدرسه نمونه متعلق به آمریکایی ها، او هم تصادفا توده ای بود، آقای ناتوان. حالا که شما گفتید من یادم به او افتاد. مظفر این گفتید که ما در نزدیکی کلیسا، منم این شانس رو داشتم که هر روز در شیراز صبح زود، یعنی مردم شیراز بخشی از شهر با صدای زنگ کلیسای مرسلین از خواب بیدار می شدن، در کنار بیمارستان مرسلین که باز متعلق به آمریکایی ها بود، یادش بخیر. و مردم چقدر خوششون رو در صدای زنگ کلیسا. خداحافظ شما.